تعیین اجباری زمان از دور خارج شدن کالاها به این کمک می‌کرد که مصرف دوباره زیاد شود و تقاضای کالاهای مربوطه بیشتر شود. به عقیده من این یک ایده عالی بود. برنارد لندن بر این عقیده بود که از طریق از دور خارج شدن برنامه ریزی شده صنعت دوباره رشد خواهد کرد. انسان‌ها دوباره به مصرف روی می‌آورند و هر کسی دارای شغل خواهد شد. اون یک تعادل بین سرمایه و کار رو مد نظر قرار می‌داد. به نحوی که همیشه نیروی کار مورد استفاده قرار می‌گرفت و سرمایه گذاری نیز سودآور بود. جیل سلید برای شناخت بیشتر مردی که پشت این ایده است به نیویورک آمده است. برنارد لندن یک یهودی اهل اروپای شرقی در اوایل دهه 20 به ایالات متحده آمده بود. معاملات املاک و ساختمان مستقلات او را به یک میلیونر تبدیل کردند. اون مردی بود که به خوبی پول در می آورد. اون یک کاپیتالیست بود. با این حال علاقه به هم نوع در قلب اون جا داشت. او در پروژه های ساختمان سازی در تمام شهر نیویورک سرمایه گذاری لندن به انجام بسیاری از پروژه های خیریه معطوف بود، من جمله راه اندازی یک مدرسه برای کودکان فقیر یهودی. هیچ کس نمی داند که هدف برنارد لندن از بکارگیری آبزولسنت فقط برای دستیابی به سود بود یا کمک به خیلی بیکاران. جیل سلید قصد دارد نسبت به انگیزه های او شناخت بیشتری کسب کند، ولی زا یک نفر را پیدا کرد که او را شخصا می شناختد. من اینجا یک عکس از برنارد لندن دارم. جدی؟ این باور نکردنی است. ببینم او را میتونید تشخیص بدین یا نه. به من نگید که کدوم یک از اوناست. آه، خیلی جالبه. او فرد خیلی عاقلی به نظر میاد. شما با اون در سال 1933 آشنا شدید. بزرگ به بزرگی یک کادیلاک. بله. آن موقع من 16 یا 17 ساله بودم. والدین من یک کادیلاک بالون هوایی داشتند. مادر رانندگی میکرد، پدر روی صندلی جلو کنار راننده مینشست و آقا و خانم لندن هم عقب می نشستند. پدرم از او خواست تا فلسفه و دیدگاهش را برای من توضیح بدهد. او مرد بسیار جالبی بود. بعد برایم توضیح داد که او چگونه می خواهد رکود عمیق اقتصادی را کاهش دهد. ما آن موقع دچار یک بحران اقتصادی بودیم که بسیار بدتر از امروز بود. او شیفته این ایده بود، شبیه یک هنرمند نسبت به آثارش. او حتی در خودرو با صدای آرام و به صورت پچ‌پچ صحبت می کرد، گویی که بیم این را دارد که تئوریش می تواند بیش از حد رادیکال باشد. با این حال پیشنهاد برنارد لندن به واقعیت تبدیل نشد، به این صورت که هیچگاه ایده او به یک طرح رسمی و قانونی منجر نشد. در دهه 50 این ایده دوباره پایدار شد، البته به شکلی دیگر. بر اساس آن مصرف کننده ها نباید الزاماً به دور انداختن برنامه ریزی شده پایبند باشند، بلکه باید به آن سمت تشویق شوند. این بروک استیونز بود، پیشگام بکارگیری آبسولسنت، خرابی طراحی شده در دوران بعد از جنگ در آمریکا و یک طراح خیره کننده. او ابداعگر وسایل خانگی، انواع اتومبیل و حتی طراح قطار بود. آبسولسنت همواره در پشت تفکرات وی وجود داشت. کاملا هنگام با روح زمانی خود، طرح‌های بروک استیونز سرعت و مدرنیزه کردن را مد نظر داشت. حتی خانه‌اش هم خارق‌العاده بود. این همون خونه‌ایه که پدرم خودشونو طراحی کرد. من تو این خونه بزرگ شدم. وقتی که ساخته شد، همه فکر می‌کردن که این یک دستگاه اتوبوسه، چون اصلاً شبیه خونه‌های معمولی نبود. این یک عکس خانوادگیه. پدرم، من، دو برادر بزرگترم، خواهرم و مادرم. خونه ما پر از وسایلی بود که پدرم برای مشتریان خودش طراحی کرده بود. مثل این ماشین چمنزنی. هر چند سال یک بار یک ماشین چمنزنی نو دریافت می‌کردیم. مادرم علاقه زیادی به کوتاه کردن چمن داشت. اون در واقع کالاها رو امتحان می‌کرد و چنانچه با مشکلی مواجه می‌شد، پدرم اون رو به عنوان تجربه در طراحی بعدی تصحیح می‌کرد. یکی از قاعده های کلی که پدرم به اون اهمیت میداد این بود که یک کالا باید همیشه شکل مناسبی داشته باشه.
اون از هر کالای نامرغوبی که مصرف کننده رو به خرید تشویق نمی‌کرد تنفر داشت. Unlike the European approach of the past where they tried to make the very best product and make it last forever, meaning you bought such a fine suit of clothes that you were married in it and then buried in it and never a chance to renew it. The approach in America is one of making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed the use of for a period, have him pass it on to the second-hand market and obtain the newest product with the newest possible look. بروک استیونز به تمامی نقاط کشور سفر کرده و در بسیاری سخنرانی ها از برتری های خرابی طراحی شده سخن گفت. او به مبلغ زمان خود تبدیل شد. طرح‌های گوناگون، شیوه های جدید بازاریابی و فروش برای همیشه انگیزه هایی را در مصرف کننده برای درخواست جدیدترین کالاها ایجاد کرد. پدر من هیچگاه به صورت عمدی کالایی رو تولید نکرد تا بعد از مدت کوتاهی در اثر خطای تکنیکی از دور خارج بشه. ابزولسنس برنامه ریزی شده همیشه به ارزیابی خود مصرف کننده وابسته است. هیچ کس مصرف کننده رو اجبار نمی کنه که به یک فروشگاه بره و کالای جدیدی رو بخره. این کاملا مختارانه است و تصمیم خودشه. آزادی و خوشبختی به وسیله مصرف بدون مرز، این روش زندگی آمریکایی در دهه 50 بود، روشی که پایه جامعه مصرفی امروز ما را شکل می‌دهد. Ohne geplante Obsoleszenz gäbe es das alles nicht. Es gäbe keine Produkte, keine Industrie, keine Designer, Architekten, keine Verkäufer, Reinigungskräfte, Security. All die Jobs wären weg. خرابی طراحی شده یکی از عوامل اصلی رشد عظیم اقتصادی در جهان غرب از دهه 50 به این طرف است. از آن موقع رشد و توسعه جام مقدس حیات اقتصادی ما محسوب می شود. ما در جامعه پیشرفته زندگی می کنیم که هدفش برآورده ساختن نیاز انسان ها نیست، بلکه توسعه بی حد و مرز اقتصادی برای اهداف و خواسته های خودشه. به خاطر افزایش مداوم تولید کالا، مصرف هم به میزان غیر قابل تصوری گسترش یافته. سرژ لاتوس یک منتقد معروف جامعه مصرفی است و مقالات زیادی درباره مکانیزم این جامعه نوشته است. سه ستون این جامعه مصرفی عبارتند از آگهی های تجاری، از دور خارج شدن برنامه ریزی شده کالاها و اعتبار مالی. از نسل گذشته تا کنون ظاهراً ما مجبوریم چیزهایی را با کمک وام خریداری کنیم که اصلاً به آنها نیازی نداریم. این خیلی بی‌معنی است. منتقدان جامعه توسعه مصرف بر این باورند که این جامعه در طول زمان دوام نخواهد آورد، زیرا بر یک تناقض آشکار بنا شده است. به یک جامعه توسعه یافته در سیاره با ذخایر محدود فقط دیوانه‌ها و اقتصاددان ها معتقدم. متاسفانه در این بین همه ما اقتصاددان شدیم. آیا این ضروری است که در این جهان هر 3 دقیقه یک کالا تولید شود؟ بسیاری از انسان‌ها وقتی از سیاستمداران می‌شنوند که اگر می‌خواهند اقتصاد حیات دوباره پیدا کند، باید مصرف کالا را افزایش داد، در می‌یابند که چیزی باید تغییر کند. جامعه مصرفی ما شبیه یک اتومبیل مسابقه‌ای که با شتاب کامل به جلو رانده میشه اما راننده ای نداره. پایان آن قابل پیش بینی نیست، یا محکم به دیوار برخورد میکنه یا به دره سقوط خواهد کرد. آیا می توان از نظر اخلاقی مسئولیت این را پذیرفت که کالا به گونه‌ای ساخته شود
که بر اساس طرح مشخص برنامه‌ریزی شده از کار بیفتد، جیل سلید تحقیق می‌کند که طراحان و مهندسین چه واکنشی نسبت به از دور خارج شدن برنامه‌ریزی شده نشان دادند. در دهه 50 مهندسین درباره موضوعی به نام تعیین زمان مرگ به بحث و جدل پرداختند که در مجله تازه های طراحی منعکس شده. بر این اساس صاحبان تولید همیشه از مهندسین خود می‌خواستند که عمر کالاهای تولیدی را با اقدامات تکنیکی کوتاه و محدود کنند. بسیاری از مهندسین این رو منزجر کننده می‌دونستند. در کالاهایی که خرج زیادی برداشته بودند، خسارتی رو از پیش تدبیر و طراحی کنند. این موضوع در مجله تازه‌های طراحی به بحث داغی تبدیل شده بود. ملت پیشگام و رهبری کننده‌ای مثل ما مهندسین خیش رو به ویرانگر تبدیل می‌کنه. در پیشگاه خدا این یک جنایته که آنچه به ما ارزانی داشته رو از بین ببریم و نابود کنیم. مهندسین در برابر یک مسئله پیچیده قرار گرفته بودند. خرابی طراحی شده بنیاد ارزش‌های اخلاقیشون رو جبران به آزمایش می‌کشید. فقط نشریات حرفه‌ای درگیر این بحث پیچیده نبودند. در این فیلم کلاسیک انگلیسی که در سال 1951 ساخته شده است، یک مخترع الیافی را اختراع می‌کند که ضد کثیفی است و فرسوده نمی‌شود. او گمان می‌کند که کشف بزرگی کرده است. اما همه از این موضوع خوشحال نیستند. او خیلی زود مجبور به فرار می شود، نه تنها از دست کارخانه داران، بلکه همچنین از دست کارگرانی که نسبت به از دست دادن شغل خود نگرانند. موضوع بسیار جالبی است، چون یادآور یک مورد واقعی در صنف نساجی است. در سال 1940 یک پول پتروشیمی به نام دوپان الیاف مصنوعی خارق العاده را به بازار عرضه کرد که نایلون نام داشت. زنان زیادی برای خرید این جوراب با دوام در صف‌های طولانی می ایستادند. شیمیدانان شرکت دوپان به حق از اختراع خود بسیار افتخار می کردند. مشکل اینجا بود که این جوراب ها بسیار با دوام بودند. زنان از این بابت خیلی خوشحال بودند، چون دیگر مجبور نبودند از جوراب‌هایی با الیاف شلوول استفاده کنند. اما متاسفانه از طرف دیگر گفته می‌شد که تولید کنندگان این جوراب‌ها نمی‌توانند به تعداد زیادی از آنها را برای فروش به بازار عرضه کنند. پدر نیکولز فوکس و همکارانش از شرکت دوپان دستورالعمل‌های جدیدی دریافت کردند. مردان این بخش از شرکت که پدرم در آن کار میکرد میبایست به میزهای طراحی بازگشته و طرح تولید الیاف را طوری تغییر دهند که دوباره درز و کوک روی آن به وجود بیاید و جوراب ها دوام زیادی نداشته باشند. اگه کسی بخواد عمر جوراب رو کوتاه کنه، این کار خیلی ساده ایه، چون که یک جوراب فقط از نایلون ساخته نشده، بلکه مواد دیگه ای هم در اون به کار رفته که نایلون رو مثلا در مقابل اشعه ماورای بنفشه خورشید حفظ و تثبیت میکنه. اگه میزان کمی از این مواد به نایلون اضافه بشه یا اصلا موادی اضافه نشه، در این صورت جوراب تولید شده تحت تاثیر خورشید خیلی ساده تر پاره میشه و از بین میره. با این حساب میشه مواد اضافه شونده رو متنوع یا کم و زیاد کرد. این معنیش اینه که در واقع میشه تلاشی و تخریب اون رو در این روند طراحی کرد. به این ترتیب دوباره خیلی زود سوراخ‌هایی در جوراب به وجود آمدند. همان شیمیدانان که همه توان خود را برای تولید جوراب‌های با دوام به کار گرفته بودند، گذاشتند که آنها خیلی زودتر مستهلک و از دور خارج شوند. همچنان که در فیلم نشان داده می شود، رشته الیاف های با دوام و مرغوب به مرور زمان از کارخانه غیبشان زد. We need control of this discovery. Complete control. If you want twice the amount in that contract, we will pay it. A quarter of a million. Just suppress it. Yes. A quarter of a million. Just suppress it. Yes. چگونه شیمیدانان دوپان توانستند آگاهانه کیفیت محصولات خود را خراب کنند؟ برای مهندسین باید خیلی مایوس کننده بوده باشد اینکه دانش خود را برای تولید یک کالای بی ارزش به کار بگیرند، آن هم پس از اینکه مدت‌ها برای تولید یک محصول خوب تلاش کرده بودند. با این حال شاید فقط از نگاه بیرون چنین دیده می‌شود. ظاهرا آنها کار خود را انجام می‌دادند، چیزی را بهتر یا بدتر ساختن این شغل آنها بوده است.
ظاهرا مهندسین اون موقع با یک تغییر الگو مواجه بودن. مدرسه قدیمی وظیفه خود میدید محصولی تولید کنه که هیچ وقت خراب نشه. مدرسه جدید اما از طریق بازار هدایت میشد و خواهان تولیداتی بود که زود خراب میشن. مناقشه سر این موضوع زمانی تعیین تکلیف شد که طرز تفکر مهندسین جدید دست بالا رو پیدا کرد. Wie oft wechselt ihr euer Handy? Alle 18 Monate. Einmal im Jahr. امروزه در همه مدارس عالی طراحی و فنی، خرابی طراحی شده در برنامه آموزش و تدریس گنجانده شده است. بوریس کنوف کلاس هایی را درباره سیکل عمر محصولات برگزار می کند. سیکل عمر محصولات واژه‌ای جدید و تعبیر مؤدبانه برای خرابی طراحی شده است. Eine Pfanne, Shorts, ein Hemd und noch eins. اخلاق در دنیای تجارت چیزی به حساب نمی آید. این دنیا فقط یک چیز در شعور و ادراک خود دارد و آن خرید مستمر کالاهای جدید است. Designers have to understand what company they. Designer müssen wissen, für wen sie arbeiten. Die Firma entscheidet je nach Geschäftsmodell, wie oft sie ihre Produkte und ihr Angebot erneuern will. So this brief is given to designers. Das wird den Designern gesagt und sie haben das Produkt dann so zu entwerfen, dass es exakt der Businessstrategie des Auftraggebers entspricht.